در پی تشدید حملات اسرائیل به لبنان و بروز بحران انسانی، عراق با اعلام آمادگی خود برای پذیرش خانواده‌های لبنانی آسیب دیده را اعلام نموده است. اتحادیه هتل‌ها و رستوران‌های کربلا و وزارت مهاجرت عراق به طور همزمان اقداماتی را برای فراهم کردن امکانات اسکان و خدمات ضروری به این خانواده‌ها را آغاز کردند تا در این شرایط دشوار حمایت لازم را از مردم لبنان به عمل آورند. همکارم در گزارش خود این رخداد را روایت نموده که با هم می‌بینیم. در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان، اقدامات گسترده‌ای در عراق برای حمایت از خانواده‌های لبنانی آسیب دیده آغاز شده است. اتحادیه هتل‌ها و رستوران‌های کربلا اعلام کرد کاملاً آماده است تا از این خانواده‌ها استقبال کند. این اقدام به منظور همبستگی با مردم لبنان و بر اساس توصیه‌های مرجعیت دینی صورت می‌گیرد. در این راستا، اتحادیه هتل‌ها و رستوران‌های عراق طی نشستی با حضور مشاور حقوقی خود محمد صادق الهر به بحث درباره چگونگی ارائه کمک‌ها و خدمات به خانواده‌های لبنانی پرداخته است. از سوی دیگر، وزارت مهاجرت عراق نیز آمادگی خود را برای پذیرش این خانواده‌ها اعلام کرده و اشاره کرد که هماهنگی‌های لازم با استانداری کربلا برای فراهم کردن محل اسکان و خدمات ضروری به آنان انجام شده است. ایوان فائق جابرو، وزیر مهاجرت و امور مهاجران عراق تأکید کرد که این تلاش‌ها در راستای توصیه‌های مرجعیت دینی و بیانیه‌های دولتی برای کمک به مردم لبنان انجام می‌شود. همچنین نخست وزیر عراق محمد شیا السودانی با تمدید ویزای ورود برای شهروندان لبنانی به تسهیل شرایط برای آنها کمک کرده است. این اقدامات نشان دهنده همبستگی عمیق میان دو ملت عراق و لبنان در برابر بحران هاست و در تلاش است تا در این شرایط دشوار کمی از بار مشکلات خانواده های لبنانی بکاهد.